توی اوریگامی معمولا از کاغذ مربع شکل 10x10 یا 15x15 استفاده میشه. بستگی به کارمون داره که بخوایم برای چه سایزی درست کنیم. برای مربع کردن کاغذ مستطیل شکل، کاغذ رو بری خودمون قرار میدیم. گوشه کاغذ رو میاریم روی ضلع پایینی و وقتی که روی هم منطبق شد کاغذ رو تا میزنیم. حالا اضافه کاغذ رو با قیچی برش میدیم. کاغذ ما به مربع تبدیل شد. خب این جلسه میخوام براتون انواع تاهای پایه اوریگامی رو بگم که توی شکل‌های مختلف استفاده میشه. اول از همه تاهای ضرب‌دری. برای اینکه دو تا خط مورب روی وسط روی کاغذ مربع شکلمون ایجاد کنیم، ضلع‌های گوشه رو روی هم قرار میدیم. بازش میکنیم و این ضلع هم روی ضلع روبرویش قرار میدیم. خب الان دو تا خط مورب به شکل ضرب در وسط کاغذ ایجاد شد. خب برای تای به علاوه، ضلع بالای کاغذ رو روی ضلع پایینی قرار میدیم. لبه های کاغذ رو روی هم قرار میدیم. برای دقیق تر شدنش و بعد از اون تا میزنیم. بازش میکنیم. حالا دو طرف دیگر روی هم قرار میدیم. دوباره تا میزنیم. حالا روی کاغذ من یک به علاوه ایجاد شد. یکی دیگه از تاهای پایه اوریگامی تای قله هست. برای تای قله کاغذ رو از وسط تا می کنیم به بیرون. این میشه تای قله. برای تای دره کاغذ رو از وسط به داخل تا می کنیم که به شکل دره در میاد. برای تای کایت کاغذ رو به شکل لوزی رو برای خودمون قرار میدیم. گوشه های کاغذ رو روی خط وسط قرار میدیم و بعد از اینکه جاش رو تنظیم کردیم تا میزنیم، خط تامون رو میدازیم. این طرف هم همینطور، ضلع گوشه روی خط وسط قرار میگیره. و بعد از اینکه جاشو تنظیم کردیم خط تا رو میندازیم. تای کارت. برای تای چین به داخل کاغذ رو به شکل لوزی رو برای خودمون قرار میدیم و از وسط تا میزنیم. حالا لبه کاغذ رو به سمت خودمون از هر جایی که بخوایم تا میزنیم. برای راحتی کار به دو طرف کاغذ رو تا میزنیم. حالا یک تای دیگه بالای تای اولیمون دوباره کاغذ رو تا میزنیم به داخل و به بیرون. حالا کاغذ رو باز میکنیم، یک تا رو به بیرون و یک تا رو به داخل تا میکنیم. حالا میبندیم دوباره کاغذ رو. این چین به داخل. حالا برای چین به خارج، تای اول به داخل
و تای دوم به خارج. حالا کاغذ رو میبندید، این چین به داخل. خب برای تای وارونه به داخل کاغذ رو به شکل لوزی روبروی خودم قرار میدم، از وسط تا میزنم. حالا به شکل مثلث رو روی خودم قرار میدم، ضلع کناری رو روی ضلع دیگه قرار میدم و تا میزنم. حالا از هر جایی که بخوام یک خط تا ایجاد میکنم، بستگی به کارمون داره. میتونم از پشت هم تا بزنم برای راحتی کار. حالا بازش میکنم، لبه کاغذ رو به داخل فشار میدم و تا میزنم که به شکل مثلث از کاغذ بیرون میزنه. اسم این تا وارونه به داخله که برای پوزه، منقار یا دم حیوانات استفاده میشه. برای تای وارونه به خارج کاغذ رو به شکل لوزی روبروی خودم قرار میدم، از وسط تا میزنم، بازش میکنم، برش میگردونم و یک مثلث کوچیک بستگی به شکلمون داره به هر اندازه که بخوام ایجاد میکنم در بالای شکل. حالا کاغذ رو میبندم و لبه کاغذ رو به سمت بالا میارم و هر جا که بخوام تا میزنم. خط تا میندازم. این تایه وارونه به خارج.